Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bab ender fermüde-i Allah Teala ki fermud, aya in müşrikan şerik mukarrar mekunan ve Allah çizey ro ki kudreti nedoret ki çizey ro biyafirinler. Ve khudi in şerikan yani bütün mahlukan ve abidani khudra yari dade nemitevunan. الله تعالی عاجزی این بت‌ها را بیان کرد و آنها از چهار وجه صلاحیت معبود بودن را ندارند. یکم آنها خلق نمی‌کنند و کسی که خلق نمی‌کند مستحق پرستیدن نمی‌باشد. دوم آنها از نیستی آفریده شدند، پس آنها به غیرشان از روی ابتدا و باقی ماندن احتیاج دارند. سوم آنها عابدانشان را یاری داده نمی‌توانند. چارم آنها خودشان را یاری داده نمی توانند. دلیل و فرموده الله تعالی که فرمود آنهایی که غیر الله را یعنی بت‌ها و چیزهای دیگری را پرستش میکنند، آن معبودان باطل چیزی را به اندازه پوست خسته خرما هم مالک نیستند. تا آخر آیت الله تعالی عبادت غیرش را به چند امر باطل گرداند. یکم آنها مالک نیستند، دوم آنها نمیشنوند، سوم ما اگر فرض کنیم که آنها میشنوند اجابت نمیکنند، زیرا آنها قدرت اجابت را ندارند. چهارم در روز قیامت الله سبحانه و تعالی آنچه را که جز او پرستیده میشود میآورد، پس به شرک کسی که به آن شرک میآورد کافر میشود. دلیل سوم تا ششم این است که فرموده الله تعالی آنهایی که غیر الله را یعنی بت‌ها و چیزی دیگری را پرستش میکنند، آن معبودان باطل چیزی را به اندازه پوست خسته خرما هم مالک نیستند. تا آخر آیت. و در صحیح بخاری رحمه الله از انس روایت است که گفت در غزوه احد سر پیامبر صلی الله علیه و سلم کفانده شد و دندانشان شکسته شد، پس فرمودند چگونه قوم نجات می‌یابد که سر پیامبرشان را کفانند؟ پس این آیت نازل شد: ای پیامبر، به دست تو کاری نیست. و در صحیح بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که او رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنید که هر گاه از رکوع در رکعت آخر فجر بامداد سرش را می‌برداشت می‌فرمودند: ای الله، فلانی و فلانی را لعنت کن. بعد اینکه سمی الله لمن حمیده ربنا لك الحمد میگفت، پس الله این آیت را نازل کرد: ای پیامبر، به دست تو کاری نیست. و در روایت بر صوفان ابن امیه، سهیل ابن عمر و حارث ابن هشام دعا میکرد، پس این آیت نازل شد: ای پیامبر، به دست تو کاری نیست. و در بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم آیتی و خیشاوندان نزدیکت را بیمده نازل شد، قائم شده فرمودند: ای گروه قریش، یا سخن همانند آن خودتان را نجات دهید. من از شما چیزی را برخلاف اراده الله دور کرده نمی توانم. ای عباس ابن عبدالمطلب، از تو چیزی را برخلاف اراده الله دور کرده نمی توانم. ای صفیه عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، از تو چیزی را برخلاف اراده الله دور کرده نمی توانم. و ای فاطمه بنت محمد، آنچه از مال من می خواهی بپرس، من از تو چیزی را برخلاف اراده الله دور کرده نمی توانم. در اینجا که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشر هستند، به او می رسد آن چیزی که به بشر می رسد و باطل بودن عبادت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در این عبارت برای عبرت گیرنده است به اینکه رحمت الله را از کدام بنده ای که گناهکار باشد دور نمی شماریم. صوفان ابن امیه و سهیل ابن عمرو و حارث ابن هشام این سه نفر اسلام آوردند و اسلامشان را نیک کردند. پس حالا نیک اندیشه کن که دشمنی به دوستی تبدیل می یابد. لعنت نهی شده همان یکم لعنت کافران بر وجه معین است، اما لعنت آنان به طور عموم باکی ندارد. و دعا کردن بر علیه کافران و گفته همان: ای الله، مسا
مسلمانان را از آن راحت بخش باکی ندارد. دوم دعا به هلاک عموم کافران. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بر علیه آنان دعا نکرد و الله باقی ماندن آنان را تقدیر کرده است. مسئله ها یکم تفسیر دو آیت و در آن دو باطل بودن عبادت بتان و غیر الله است. دوم قصه احد در این باطل بودن عبادت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، پس عبادت غیر او از باب اولا باطل است. سوم دعای سید رسولان و از پس وی صلی الله علیه و سلم بهترین اولیاء یعنی صحابگان در نماز آمین می گفتند. یکان کس از این امت از او پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش دیده به الله نزدیکتر نیست و به وجود این به الله رو می آورند، پس غیرشان از باب اولا رو بیارند. چهارم بر ضرر آنهایی که دعا میکرد کافر بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از امر آنها چیزی را مالک نیستند. پنجم آنها کارهایی کردند که غالب کافران نکرده بودند، یعنی کفاندن سر پیامبرانشان و حریص بودنشان به قتل وی و گوش و بینی کشته شدگان را بریدند و وجود این که عمدزاده هایشان بودند. ششم در قضیه الله بر این آیت را نازل کرد، ای پیامبر بر دست تو کاری نیست، پس امر از آن الله است. هفتم فرموده الله تعالی که فرمود یا توبه آنها را میپذیرد یا آنان را عذاب میدهد، پس آنها توبه کردن و ایمان آوردن. هشتم دعا کردن در وقت نازل شدن مصیبت. روان است مگر در اموری که از طرف الله نازل میشود مثل زمین جنبی. نهم بر کسی که در نماز دعای بد میکنی نام آنها و نام پدرشان را گرفتن جایز است. در هم لعنت کردن شخص معین در دعا واقع شد، پس اون من کرده شد. یازدهم قصه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بر وی آیتی و خیش آوردان نزدیکت را بیده نازل شد، امر الله را اطاعت کرد. دوازدهم کوشش و تلاش او صلی الله علیه و سلم در این امر به حیثیتی که انجام داد، آن چیزی را که به سبب آن دیوانه اش گفتند و اینچنین حاضر اگر مسلمان آن کار را انجام دهد ایمانش میگویند، پس صرف کردن کوشش و اجتهاد در دعوت به حکمت واجب است. سیزدهم گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خیش و دور و نزدیکش من از تو چیزی را برخلاف اراده آلا دور کرده نمیتوانم، تا که گفت ای فاطمه بنت محمد من از تو چیزی را برخلاف اراده آلا دور کرده نمیتوانم. هر با سید رسولان صلی الله علیه وسلم آشکار گوید که از سید زنان عالمیان چیزی را دور کرده نمیتواند و انسان ایمان دارد که او به جز حق چیزی نمیگوید، پس امروز نظر کند آن چیزی که در دل مردم خاص واقع شده است برایش ترک توحید و غریبی دین معلوم نشود. چیزی که نسبت به او صلی الله علیه وسلم فایده میدهد همان ایمان آوردن به او و پیروی او بودن است. سپس محبت و میل مؤمن و رسول الله صلی الله علیه وسلم امر است که این کار کرده نمیشود، لیکن برای انسان لایق نیست که محبت را حاکم قرار دهد، بلکه بر انسان واجب است که بر آن چیزی که قرآن و سنت دلالت میکند و آن را عقل سلیم سالم و شبهه ها و شهوت ها تعیین میکند پیروی نماید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.